سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز براتون هوندا سیویک تایپ آر رو آوردیم. میریم با هم دیگه نگاهی به طراحیش بندازیم، ببینیم چه چیزایی داره، چه چیزایی نداره، چیاش باحاله و چیاش از ذره تو مخه. حالا سوال پیش میاد که موتورش چی؟ برای ماشین مسابقه جاده‌ای، برای یه ریس استریت چی انتخاب کردن؟ موتورش مثل مدل قبلیش یه 4 سیلند خطی 2 لیتری توربو شارژه، ولی توی این موتور از اون ویتک معروف هوندا استفاده نشده. در عوضش سوپاپ ویتکش رو گذاشتن داخل اگزوزش برای اینکه بتونن اون لگ توربو رو که توی دور پایین اتفاق میفته جبران میکنن. این ماشین حتی تو دور پایین هم آماده گاز خوردنه و اصلا دیلی نداره. 0 تا 100ش 5.7 ثانیه است. 320 اسب بخار داره و 400 نیوتن متر. حالا سوال پیش میاد که چرا با این همه توان 320 اسب بخار واقعا نیروی کمی نیست و 400 نیوتن متر گشت آور؟ چرا باید 0 تا 100ش 5.7 ثانیه باشه؟ بقیه ماشینا که تقریبا تو این رنج قدرت هم مثل گولف آر 0-100شون 4.2 ثانیه، 4.5 ثانیه، خیلی پایین تر از اینه. دلیلش اینه که این ماشین فقط فرونت ویل درایوه و اصلا هوندا قصد نداره فور ویل درایوشو تولید بکنه. حالا میرسیم به طراحی خفنه. شاید به ظاهر فکر کنید که طراحش فقط به قشنگی این ماشین فکر کرده، ولی بهتون اطمینان میدم که اینطوری نیست. این سوراخی که اینجاست برای اینکه موتورش بهتر خنک بشه. این اینتیکی که این پایین میبینید برای اینترکولر بسیار بزرگشه. و اگه به زیر ماشین نگاه بکنید متوجه میشید که خیلی از بقیه ماشین‌ها سافت‌تره که این باعث میشه بادو بهتر بشکافه و ایرودینامیک خیلی بهتری داشته باشه، تعادل بهتری بهش میده. حالا اگه بیایم این گوشه، این سوراخ‌های رو سپر رو می‌بینیم. می‌بینید هوا وقتی وارد این سوراخ‌ها میشه از روی، در واقع هدف این سوراخ‌ها اینه که هوا رو از روی چرخ رد کنه به این سوراخ‌های گلگیر برسونه. اینجا اینو بگیر، هوا از روی چرخ رد میشه، وارد این سوراخ ها میشه و در واقع توی نگه داشتن ماشین داخل خطش کمک میکنه. به عقب ماشین که نگاه میکنی میبینیم این اسکرز های بغل یه دونه در واقع اج دارن، اینجا یه دونه شیب دارن. این هوا رو به سمت بالا هدایت میکنه، باعث میشه که یه ذره دمفورس بده اون ماشین و در واقع هدفش اینه که هوا رو به این باله عقب انتقال بده. این باله کوچولوها رو میبینید، اینا بهش میگن ورتکس جنریتور. هدفشون چیه؟ خیلی جالبه. هدفشون اینه که یه موج داخل باد بندازن واسه اینکه این باد با موج به این باله عقبی انتقال پیدا بکنه. برای اینکه تو سرعت بالا بتونه دمفورس ایجاد بکنه و ماشین رو راحت‌تر روی لاین نگه داره. هندلینگ بهتری بشه. تمام اهداف این ماشین، طراحی ماشین، ظاهرش، کمک فنراش، شاسیش، همه چیزش باعث میشه که این ماشین خیلی تیز و عالی بپیچه. تایپ آر آپشن‌های باحال زیاد داره. حالا می‌خوایم 5 تا از باحال‌تریناشو براتون توضیح بدیم. تایپ آر دیفرانسیال مارک پیچ با محدود کننده داره که موتور میگه چقدر قدرت به کدوم چرخ بفرسته برای اینکه بتونه پیچ‌ها رو سریع‌تر بپیچه. اکسل عقب سویک تایپ آر دو تا کمک فنر کاملا مجزا داره که بهش کامفورتبیلیتی بهتری موقع رانندگی میده و همچنین باعث میشه که شما بتونید پیچ‌ها رو بسیار سریع‌تر و تیزتر بپیچید. اگه به دیسکای ماشین نگاه بکنید متوجه میشید که دیسکای ترمزش 35 سانتی متریه و کالیپر ترمزش برومه که بسیار ترمز قوی داره. ولی نکته اینجاست که وقتی میخواید بپیچید کامپیوتر این ماشین ترمز بسیار ضعیفی رو به چرخهای داخل پیچ در واقع اکتیو میکنه برای اینکه شما بتونید تیزتر و راحتتر ماشین رو بپیچونید. اگه به اگزوزش نگاه بکنید متوجه میشید که این اگزوز وسطیه یه ذره کوچیکتر از دوتای کناری. اول بخوام بگم که این اگزوزش به نظر خیلی زشته، ولی همین صاف بودن اگزوز از موتور به انتهای ماشین باعث شده که جریان خروجی هوا بهتر باشه و همین 10 اسب بخار قدرت خروجی موتور رو بیشتر کرده. و اما این اگزوز وسطی، این در واقع مثل یه دونه سایلنسر عمل میکنه که وقتی که ماشین دور موتورش پایینه صدای بم رو کم میکنه و توی دور موتور خیلی بالا یکم هوا میکشه داخل منبع که بازم بتونه صدا رو کنترل بکنه. خب سوال برای خیلی پیش میاد که آیا ماشین جا داره برای استفاده روزانه؟ بریم ببینیم که یه نفر داخلش جا میشه یا نه. سلام. تو صندوقش یه دونه آدم کامل راحت دراز میکشه.
صندوق این ماشین به اندازه کافی بزرگه. اگر فضای بیشتری میخواید میتونید تو این پرده، به نظر البته یه ذره حس چیپ بودن میده، ولی به هر حال این پرده رو میتونید باز بکنید و این دکمه ها رو، این شاسی ها رو بکشید، صندلی ها رو بخوابونید و کلی فضا میگیرید داخل ماشین. به خاطر این شیبی که تو سقفش داره برای اینکه آیرودینامیکش بهتر شه، یه ذره فضای بالای سر سرنشینه پشت کم شده که واسه کسایی که یه ذره قدشون بلنده تو مسیرهای طولانی ممکنه اذیت کننده باشه. نوبت میرسه به قسمت مورد علاقه من، صندلی‌های ماشین. توی این ماشین توی تایپ آر از صندلی‌های مسابقه‌ای استفاده کردن، نه از اینه که اسمش مسابقه، اینا واقعا صندلی‌های مسابقه‌ایه. و وقتی که میشینید حس اون ماشین مسابقه‌ای رو بهتون میده. 5 سانت از بقیه ماشین، از اکثر ماشینا 5 سانت پایین‌تر نصب شده این صندلی‌ها، که اون پوزیشنی که راننده میشینه، اون تسلطی که داره رو ماشینش واقعا منحصر به فرده و بی‌نظیره. باید حتما توی این ماشین بشینید که بتونید ببینید تفاوتش با بقیه ماشین، حتی با ماشین‌های اسپورت چقدر زیاده. ماشین عالیه، با هیچ چی نمیتونید مقایسهش بکنید. پیچیدنش معرکه است. حسی که این ماشین بهتون میده واقعا هیچ حسی من مثل این تجربه نکردم. من خودم یادونه M3 میرونم، ولی حتی BMW M3 هم این حس رو به شما نمیده. فرمونش خیلی تیزه، یک دور کمتر از بقیه ماشین رو میچرخه، بسیار حساس و دقیقه. حالا یه چیز خیلی جالبی که این ماشین داره، هوندا اومده کلی وقت گذاشته، تحقیق کرده، کمک فنارهای خاصی رو برای این ماشین طراحی کرده که فرمونش نکشه. حالا اونایی که نمیدونم توضیح بدم براشون. ماشینایی که های پرفورمنس هستن، قدرت بالایی دارن، مخصوصا گشتاور بالایی دارن و فرانت ویل درایو هستن، دیفرانسیل جلو هستن، فرمونشون میکشه وقتی که اون تورک، در واقع اون نیوتن متر، اون گشتاور وارد زمین میشه، از چرخ به زمین منتقل میشه. همیشه اینطوری بوده. هوندا اومده این مشکل رو حل کرده. الان من ماشین میذارم دند دو، دستمو برمیدارم، فرمونش نمیکشه. اگر که یه دونه های پرفورمنس فرونت ویل درایو معمولی بود، الان من میرفتم اون ته جاده بغل، بعد بقیه ریویو رو از اون کنار براتون میگرفتم. یه فان فکت بهتون بگم، این ماشین رکورددار پیست معروف نوربرینگ داخل آلمان برای ماشین‌های دیفرانسیل جلو. البته ماشین‌های تولید کارخونه‌ایه دیفرانسیل جلو، نه اونایی که دستی تقویت شده. این ماشین تونسته اون پیست رو داخل 7 دقیقه، یعنی تو زمان 7 دقیقه و 43 و 8 دهم ثانیه دور بزنه که واقعا عالیه. درسته که نسبت به گشتاور و توان خروجی این موتور 0 تا 100ش تقریبا بالاست، 57 دهم ثانیه، یه ذره زیاده واسه این همه قدرت و به خاطر تک دیفرانسیل بودنشه، ولی یه چیز خاص داره این ماشین. سقف سرعتش مثل سوپر اسپورت هاست. سقف سرعت این ماشین 275 کیلومتر در ساعته، واقعا زیاده. تشنه است دیگه، این ماشین تشنه است. چی میگم؟ عمر کلاژه، روشن شو بابا. گل. یه چیز خیلی 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 باحال این ماشین، البته برای همه ماشین بازا، این که دنده رو بتونی دستی عوض کنی خیلی حس خوب و خاصیه، ولی این دنده یه ذره خاصه، واقعا حس زیبایی بود. یعنی خیلی حس باحالی میده وقتی دنده اینو عوض میکنی، انقدر دقیق و وای نگاه آخ. این
دنده ماشین خیلی نرم و راحت عوض میشه. واقعا دست دنده‌شو دوست دارم. اینقدرشه. دقیقا اینقدر کوتاه و حس خیلی 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 باحالی میده وقتی باش دنده عوض میکنه. واقعا حس این ماشین مسابقه ای رو بهتون میده. حالا یه چیز جالب راجع به فلای ویل این ماشین بهتون بگم. حالا برای اونایی که یه ذره فنی کارترن میدونن که فلای ویل چیه، اون چرخ کننده بین در واقع جعبه دنده و موتوره. حالا توضیحش رو میذاریم برای یه وقت دیگه. همینقدر بهتون بگم که فلای ویل ماشین یه ذره زیادی سبک و زیادی بزرگی. این بهش این امکانو میده که موتور بتونه راحت تر دور بخوره. در واقع این انتقال قدرت براش راحت تره. حالا جدا از این راحتی یه آپشن قشنگ تر داره این فلای ویل این ماشین. اونم اینه که وقتی شما معکوس میدی به این ماشین نیازیست دور موتورتو تنظیم بکنی. متوجه میشید کسایی که معکوس کشن منظورمو میفهمن. شما وقتی معکوس میکشی باید دور موتورتو خودت با پا تنظیم بکنی. من الان دنده 4م خب میذارم 3، اصلا پام رو گاز نمیذارم. نگاه کنید خود موتور دور موتورش بالا میبره برای اینکه دنده راحت تر باز بشه قبل از اینکه من کلاژو ول کنم. البته واقعا یه چیز خیلی خاص مسابقه ایه. I love it. واقعا ماشین خوبیه. خیلی دنبال چیزهای تو مخ این ماشین گشتم که ببینم تو مخیاش چی هست. تقریبا هیچی نداره جدا از یه آپشن که واقعا برای من و هر ماشین باز دیگه این مهمه، اونم ترمز دستیه. دستی این ماشین اتوماتیکه، یعنی شما نمیتونی دستی بکشی و دیفرانسیل جلوه، یعنی نمیتونی اصلا باش دریفت بکشی. فکر کنم اگه ترمز دستی داشت چقدر میشد باش فان داشته باشی. عالیه. تو زندگیم هیچ ماشینی رو مثل این سوار نشدم. بابا ماشین های خیلی خوبی سوار شدم. این یه حس خاصی بهت میده. آره. آفرین هوندا. دمت گرم. مرسی که اینو ساختی. دنده 1 سرعت 20 میخوام ببینم که چقدر میکنه. کم میکنم. دقیقا 20 کیلومتر در ساعت. 1-2 حتی با دنده سه با 120 کیلومتر در ساعت سرعت وقتی تراکشن کنترلش خاموشه داره زمین رو میخوره، لاستیکاش رو میخوره، همه چی رو داره میخوره که راه میره. واو چقدر زور داره. من واقعا این ماشین رو دوست دارم. این چه هیولایی بود هوندا ساخت. واو معکوس کشیدنش. هوندا چی درست کردی؟ این چی بود تا درست کردی؟ لعنت هرگز سیر نمیشید از گاز دادن به این ماشین. هرگز از گاز دادن به این ماشین سیر نمیشید. واقعا این ماشین راضیتون میکنه، ارضاتون میکنه، روحتون رو جلا میبخشه. اگر ماشین بازید مثل من، برای بعضی ماشین فقط یه وسیله است از نقطه آ به ب. واسه من هرگز اینطوری نبوده. مطمئنم من تنها نیستم. خیلی هستن که ماشین براشون خیلی بیشتره. این واسه اون آدم هست. یکی از چیزهایی که دوست ندارم راجع به این ماشین در واقع این صفحه نمایش دیجیتالشه. خیلی از سیستم های قبلی بهتره که ماشین ژاپنی استفاده میکنن، ولی نسبت به چیزی که امروز تو بازار به فروش میرسه یه سیستم تقریبا بی کلاسیه. انیمیشنش، سیستم اندرویدش جالب نیست. میتونست خیلی بهتر باشه.
هوندا تایپ آر یه ماشین اسپورت معمولی نیست. هوندا ساختتش که سریع ترین باشه. یه ریس استریت تمام عیار. واسه همینه که تونسته رکورد پیست نوربرینگ رو بشکنه. این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و برای اینکه ویدیوهای ما رو از دست ندید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید. تا هفته بعد، بدرود.